سلام، امیدوارم خوب باشین. به ویدیوی من خوش اومدین بچه ها. من در ویدیوی قبلی به صورت مفصل و کامل در مورد آزمون های لیسنینگ و ریدینگ آیلتس با اتون صحبت کردم و اونجا بهتون گفتم که برای موفقیت در آزمون های لیسنینگ و ریدینگ آیلتس چه کارهایی باید انجام بدین، چجوری باید تمرین کنید و اساساً چطور خودتون رو باید برای این دوتا آزمون آماده بکنید. در این ویدیو میخوام به صورت اختصاصی در مورد نحوه یادگیری لغت برای این دو آزمون، یعنی آزمون‌های لیسنینگ و ریدینگ صحبت بکنم و یک روش مفید، کارآمد و منطقی رو بهتون معرفی کنم که اگر که پیش بگیرید این روش رو، فکر میکنم که در آزمون آیلتس پیش روتون در بخش‌های لیسنینگ و ریدینگ از لحاظ لغت به مشکل خاصی بر نخورید. این ویدیو ادامه ویدیوی قبلی هست که من در مورد نحوه آماده سازی خودتون برای لیسنینگ و ریدینگ صحبت کردم. خیلی بهتره که قبل از این ویدیو ویدیوی قبلی رو دیده باشید. اگر هنوز اون ویدیو رو ندیدید ازتون دعوت میکنم که روی لینکی که اینجا میذارم یا نمیدونم اینجا شاید و مطمئن نیستم، به هر حال یا اینجا روی لینکی که اینجا هست کلیک بکنید، ویدیوی قبلی رو اول ببینید و بعد بیاین وارد این ویدیو بشید و تا آخر با من همراه باشید تا بهتون بگم که برای یادگیری لغت برای این دوتا آزمون لیسنینگ و ریدینگ چه کارهایی باید انجام بدید. خب قاعدتا روش ها بچه ها متفاوته و هر کس ممکنه روش خودش رو داشته باشه. شمایی که الان مخاطب ویدیوی من هستید احتمالاً تا الان روش خاص خودتون رو داشتید یا شاید هم نه، در این توصیه های زیادی که میشه غرق شدید و عملاً نمیدونید که در نهایت برای یادگیری لغت برای لیسنینگ و ریدینگ چه کارهایی باید انجام بدید. خیلیاتون میرید سراغ کتاب خوندن، خیلیاتون میرید سراغ پادکست گوش دادن یا مقاله خوندن. همه این روش ها بچه ها به نظر من خوب هستن. روشی که من میخوام در این ویدیو بهتون بگم ترکیبی از همه اینها با همه، اما به صورت هدفمند. قبل از اینکه روش رو براتون توضیح بدم روی دو تا نکته من باید تاکید بکنم. نکته اول که خب من همیشه روش تاکید داشتم بچه ها، سطح زبان عمومی شماست. اگر شما دنبال نمره 7 هستید، سطح زبان عمومی شما برای لیسنینگ و ریدینگ آیلتس به نظر من باید حداقل آپر اینترمدییت باشه. حالا اگر دنبال نمره 6 هستید، اینترمدییت هم کافیه. در هر حال چیزی که مهمه اینه که سطح زبان عمومی شما با اون نمره‌ای که دنبالش هستین تناسب داشته باشه. اگر که به عنوان مثال شما دنبال نمره 7 هستید و سطح زبان عمومیتون پری اینترمدییت هست، اساسا نباید وارد دوره‌های آیلتس بشید و اول از همه باید با رفتن به کلاس زبان عمومی خودتون رو تقویت بکنید. بنابراین زبان عمومی همیشه اولین پیش نیاز برای آیلتس، حالا چه لیسنینگ و ریدینگ باشه چه سپیکینگ و رایتینگ باشه. خب با فرض اینکه شما زبان عمومی خوبی دارید و اون زبان عمومی که دارید متناسب با هدف شما هست، متناسب با اون نمره‌ای که میخواین بگیرین هست، باید شما بیاین و تکنیک ها و نکات لیسنینگ و ریدینگ آیلتس رو یاد بگیرید. خبر خوب بچه ها اینه که شما وقتی که تکنیک ها و نکات لیسنینگ و ریدینگ آیلتس رو یاد میگیرید، اساسا نمرتون رو ارتقا میدید بدون اینکه خیلی هم بخواین لغت یاد بگیرید. یه چیزی رو بهتون بگم که شما برای نمره خوب گرفتن در آزمون ریدینگ و لیسنینگ آیلتس قرار نیست تک تک کلماتی که میشنوید یا تک تک کلماتی که در ریدینگ میخونید رو معنیشون رو بدونید. شما احتمالا وقتی تست میزنید خیلی از کلمات رو نمیدونید. خود من هم وقتی تست میزنم خیلی از کلمات رو نمیدونم. حتی یک نیتیو سپیکر هم بخواد تست لیسنینگ و ریدینگ بزنه ممکنه با بعضی از این کلماتی که باشون روبرو میشه آشنایی نداشته باشه. توصیه مهم من این هست که خیلی وسواس روی لغت حفظ کردن و لغت یاد گرفتن نداشته باشید. اگر سطح زبان عمومی خوبی دارید، شما با یادگیری تکنیک ها و نکات و تمرین مناسب و
پیوسته که در ویدیوی قبلی براتون توضیح دادم شما میتونید نمره خودتون رو ارتقا بدید. این دوتا نکته‌ای بود که باید در موردش باهاتون صحبت میکردم. بریم سراغ روش یادگیری لغات. همونطور که گفتم این روش یه جورایی نظر شخصی منه و هم واسه خودم کار داده، هم واسه خیلی از بچه‌هایی که این روش رو بهشون توصیه کردم، این روش تونسته که بهشون کمک بکنه تا نمره بهتری توی تستایی که میزنن داشته باشن و در نهایت در آزمون اصلی هم که دادن بتونن نمره خوبی بگیرن. این روش چیه بچه‌ها؟ من توی ویدیوی قبلی توضیح دادم که شما برای اینکه بخواید در ریدینگ و لیسنینگ موفق بشید، باید اول تکنیک ها و مهارت ها رو یاد بگیرید و بعد باید شروع کنید توی خونه تست زدن و تمرین کردن. بهترین منبع ما برای تست زدن همین کتاب های کمبریج آیلتس هستن که الان تا کتاب فکر میکنم 18 منتشر شده. ما با استفاده از این کتاب های کمبریج توی خونه تست میزنیم تا خودمون رو ارتقا بدیم و برای آزمون خودمون رو آماده بکنیم. توی همون ویدیو من گفتم که بچه ها نیازی نیست که هر روز تست بزنید یا روزی دو بار تست بزنید، سه بار تست بزنید، چون متاسفانه خیلی ها این کار رو میکنن و نتیجه ای هم نمیگیرن. چیزی که من پیشنهاد کردم برای کسی که حالا 4 الی 6 ماه تا آزمون آیلتسش فرصت داره، هفته ای یه دونه تسته. چرا که با هفته یه دونه تست زدن زمان کافی برای تحلیل تست رو هم داره و در خلال این تحلیل ها هست که شما میتونید بهتر بشید و انتظار داشته باشید که در تست های بعدی نتیجه بهتری بگیرید. خب حالا مثلا من نوعی قراره که هفته یه بار تست بزنم، تصمیم میگیرم که پنج شنبه ها یا جمعه صبح یه تست لیسنینگ و ریدینگ بزنم و روشی که میخوام براتون توضیح بدم از اینجا شروع میشه. اگر که من پنج شنبه یا جمعه بخوام تست بزنم چی کار کنم که خودم رو از لحاظ لغت آماده کنم و دایره واژگانم رو گسترده تر بکنم؟ این کاری که من میگم رو انجام بدید. من شنبه اول هفته اول از همه تصمیم میگیرم که کدوم تست از کدوم کتاب رو میخوام بزنم. فرض میکنم که من میخوام کتاب کمبریج آیلتس 10 تست اول رو پنجشنبه این هفته بزنم. خب پس شنبه یه نگاهی به تست میندازم، به تست لیسنینگ یه نگاهی میندازم، به تست ریدینگ هم یه نگاهی میندازم. حواستون باشه منظور من این نیست که تست لیسنینگ رو گوش میدم یا تست ریدینگ رو میشینم کامل میخونم، نه منظور من این نیست. صرفا یک نگاهی به تست لیسنینگ و بخشای مختلفش میندازم، یه نگاه به تست ریدینگ و بخشای مختلفش میندازم تا ببینم که توی این تستی که قرار من پنج شنبه این هفته بزنم اون لیسنینگ ها و اون ریدینگ ها در مورد چه موضوعاتی هستن. بذارید من گوشیمو بیارم اینجاست. یادم رفت اول ویدیو گوشی رو بردارم. خب من از همون کتاب کمبریج آیلتس 10 اینجا دارمش که موضوعات چیا هستن. شما وقتی که وارد کتاب کمبریج آیلتس 10 میشید اول برید سراغ لیسنینگ. خب اینو بگم توی پارت 1، 2 و 3 لیسنینگ اساسا سخته که بخوایم ببینیم موضوعش چیه. نیازی هم نیست، اونقدر سخت نیستن بچه‌ها پارت های 1، 2 و 3، نیازی به این کار نیست. ولی اگر به پارت 4 بخش 4 تست اول کتاب کمبریج آیلتس 10 توی لیسنینگ نگاه بکنید، میبینید که عنوان این لیسنینگ The Spirit Bear هستش، بیر گونه ای از خرسه و شما متوجه میشید که در این لیسنینگ قراره که در مورد این آقا خرسه یا خانم خرسه یه چیزایی رو گوش بدید و یک سری سوالات رو جواب بدید. تنها کافیه که اون عنوان رو یه جا یادداشت بکنید، The Spirit Bear، برای مبحث لیسنینگتون. بعد برید سراغ تست ریدینگ همون کتاب، چون قراره که تست ریدینگ رو پشت سر تست لیسنینگ انجام بدید. به پسیج اول نگاه بکنید. بسیاری از پسیج های تست ها بچه ها عنوان دارن. شما وقتی به پسیج اول کتاب تست اول کتاب کمبریج آیلتس 10 نگاه میکنید، موضوعش استپ ویلز هست، یک جور سازه باستانی یا تاریخی هست
و توی متن اول قراره که شما به سوالاتی مرتبط با استپ ولز که اینجا استپ ول هایی که در هند هستن پاسخ بدید. نمیخواد متن رو بخونید، صرفا عنوان رو یادداشت کنید، برید سراغ متن دوم. وارد متن دوم که میشید، عنوان متن دوم هست European Transport Systems، سیستم های حمل و نقل اروپا بین سالهای 1990 تا 2010. پس اساسا قراره در این متن در مورد سیستم های حمل و نقل اروپا یک چیزی رو بخونید و به یک سری سوالات جواب بدید. عنوان رو یادداشت بکنید و برید سراغ متن سوم. متن سوم The Psychology of Innovation. اینجا قراره ما در مورد نوآوری، روانشناسی نوآوری یک متن رو بخونیم و به یک سری سوالات جواب بدیم. کافیه که صرفا عنوان رو یادداشت بکنید و دیگه کتاب رو ببندید. شما لیسنینگ رو نگاه کردید، اون عنوانی که میخواستید رو برداشتید، تست ریدینگ رو هم نگاه کردید، سه تا عنوان ازش برداشتید و الان شما 4 تا عنوان دارید. امروز شنبه است و تا روز پنج شنبه که شما میخواین این تست لیسنینگ و ریدینگ رو انجام بدید، 1 هفته 6-7 روز کم و بیش زمان دارید تا برید لغات مرتبط با این عناوین و این موضوعات رو یاد بگیرید. خب من از چه منابعی استفاده بکنم؟ بچه ها لطفا منابعتون رو زیاد نکنید. کتاب های لغتی که توی بازار هستن همشون خوبن، اما اینکه من برم از 10 تا منبع استفاده کنم اصلا توصیه نمیشه. من 2 تا منبع رو میخوام بهتون توصیه کنم. منبع اول کتاب Vocabulary for IELTS هست که من توی کانال یوتیوبم دارم آموزش میدم. تا این لحظه که دارم این ویدیو رو ضبط میکنم، 9 تا از درس های این کتاب رو من آموزششون رو منتشر کردم. اولین منبع بچه ها کتاب Vocabulary for IELTS باشه و دومین منبع هم اینترنت، گوگل و یوتیوب به نظر من. چجوری ازشون استفاده کنیم؟ شما 4 تا عنوان دارید، برید سراغ کتاب Vocabulary for IELTS. از این 25 درسی که کتاب Vocabulary for IELTS داره ببینید که کدوم درس ها هستن که به این 4 تا موضوعی که شما انتخاب کردید مرتبطن. مثلا اون لیسنینگی که در مورد یک گونه ای از خرس ها بود، درس 9 که در مورد Animals and Plants هست، حیوانات و گیاهان، به نظر من درس مرتبطی میتونه باشه. آموزشش هم توی کانال یوتیوب من هست. حالا بعضی از درس ها رو من آموزش دادم، بعضی ها رو آموزش ندادم. به هر حال این 4 تا عنوانی که انتخاب کردید، برید ببینید که کدوم یکی از درس های این کتاب با این 4 تا عنوان مرتبط هستن. مثلا میبینید که درس 9 و 12 و 15 و مثلا درس 18، این 4 تا درس با این 4 تا موضوعی که شما هستید ارتباط دارن. اوکی، خیلی هم عالی. شما هدفتون رو مشخص کردید و قراره که از الان که شنبه هست تا روز چهارشنبه پنجشنبه این 4-5 درس رو کامل بخونید، کلمات عباراتی که این درس به شما یاد میده رو یاد بگیرید، از طرفی تست های لیسنینگ یا ریدینگی که این کتاب در پایان هر درس رو هم داره انجام بدید تا خودتون رو آماده بکنید برای اون تستی که میخواین روز پنجشنبه انجامش بدید. آیا این کافیه؟ این کار میتونه کافی باشه، ولی به نظر من صرف لغت خوندن، کتاب لغت خوندن کافی نیست و بهتره که ما علاوه بر این که لغت یاد میگیریم، بریم مقالات مرتبط با این لغات رو هم بخونیم، پادکست ها یا ویدیوهایی که مرتبط با این موضوعات و لغت ها هستند رو هم بریم گوش بدیم و ببینیم. اگه من باشم، برای اون لیسنینگ که در مورد یک گونه ای از خرس بود، میرم توی یوتیوب و سرچ میکنم در موردش، 1-2 تا ویدیو هم میبینم. علاوه بر اون میرم توی گوگل سرچ میکنم، 1-2 تا مقاله کوتاه هم میخونم. باز میرم در مورد European Transport System یا به صورت کلی در مورد سیستم های حمل و نقل توی یوتیوب ویدیو میبینم یا میرم مقاله در موردش میخونم. میرم در مورد Innovation، نوآوری، The Psychology of Innovation پادکست یا ویدیو میبینم و گوش میدم، یا 1-2 تا
مقاله در موردشون میخونم. خلاصه علاوه بر این که درس های کتاب Vocabulary for IELTS که مرتبط با این 4 عنوان هستند رو کامل میخونم، علاوه بر اون میرم توی گوگل و یوتیوب سرچ میکنم و مقالات و پادکست ها و ویدیوهای مرتبط با اینها رو هم چیکار میکنم؟ گوش میدم. خیلی وقتا بچه ها میپرسن که پادکست چی گوش بدم، مقاله چی بخونم، از کجا بخونم. این بهترین راهشه بچه ها. اول یک هدف واسه خودتون مشخص کنید، بعد بر اساس اون هدفی که مشخص کردید برید سرچ بکنید، چیزهای مرتبط باهاش رو پیدا بکنید، شروع کنید به گوش دادن و مطالعه کردن. حالا چه اتفاقی میفته؟ این کار چه مزیتی نسبت به اون روش سنتی یادگیری لغات داره که بچه ها میشینن لغت حفظ میکنن، لیست لغت حفظ میکنن؟ مزیتی که بچه ها این کار داره اینه که شما لغت رو در بستر معنایی خودش یاد گرفتید و صرفا لغات رو ایزوله شده یاد نگرفتید و یاد گرفتید که اون لغتی که شما توی کتاب Vocabulary for IELTS خوندید چگونه در متن ازشون استفاده میشه، چگونه موقعی صحبت کردن و نوشتن ازشون استفاده میشه، و چون که دارید کلمات و عبارات رو در یک بستر معنایی درست یاد میگیرید، مدت زمان موندنش توی ذهن شما چی میشه؟ بهتر میشه. خب حالا که Vocabulary for IELTS رو خوندید، رفتید مقاله خوندید، پادکست گوش دادید، ویدیو در موردش دیدید، الان شما به اون ابزار لازم برای اون تستی که روز پنجشنبه میخواین بزنید مجهز هستید. دیگه حالا مدیریتش دست خودتون باشه. مثلا من شنبه در مورد اون لیسنینگ یک سری چیزا میخونم، یک شنبه در مورد متن اول ریدینگ، دوشنبه در مورد متن دوم و سه شنبه در مورد متن سوم، چهارشنبه رو هم میذارم برای مرور کردن اون چیزایی که یاد گرفتم و پنجشنبه میشینم تست رو انجام میدم. و مطمئن باشید که بچه ها اینجوری نتیجه خیلی بهتری توی تست لیسنینگ و ریدینگ که انجام میدید میتونید بگیرید و قاعدتا این باید هی تکرار بشه. پنجشنبه تست رو میزنم، اولین کاری که میکنم اینه که میشینم خوب تحلیلش میکنم، ایرادیابی میکنم، اشتباهات رو متوجه میشم و دوباره همون پنجشنبه هدف پنجشنبه آینده رو تعیین میکنم. هدف پنجشنبه آینده چیه؟ تست کتاب کمبریج آیلتس 10، تست دوم لیسنینگ و ریدینگ داره. دوباره میرم به موضوعات لیسنینگ و ریدینگش یک نگاهی میندازم، 4-5 تا عنوان بر میدارم. حالا بعضی وقتا این عناوین تکراری هستن، ایرادی نداره، باعث مرور میشه. بعضی وقتا هم این عناوین چی هستن؟ جدید هستن و لازمه برم درس‌های جدید Vocabulary for IELTS رو بخونم، یا اینکه برم مقالات و پادکست ها و ویدیوهای جدید رو بخونم، بشنوم و ببینم. و اگر که این چرخه رو بچه ها چندین ماه ادامه بدید، شما با پرکاربردترین کلماتی که در تست های لیسنینگ و ریدینگ آیلتس میان آشنا میشین و عملا روز امتحان به مشکل خاصی از لحاظ لغت بر نمیخورید. یه چیزی هم که معمولا بچه ها همیشه میگن وقتی من این توصیه رو بهشون میکنم و این روش رو براشون توضیح میدم اینه که مثلا میگن خب اوکی ابوالفضل تو راست میگی، حرفت هم درسته، اما سر جلسه امتحان چی؟ من که سر جلسه امتحان نمیتونم برم گوگل کنم، برم کتاب لغت بخونم. آیا بهتر نیست که من تستایی که توی خونه میزنم رو خودم رو براش آماده نکنم تا ببینم که در شرایط آزمون چجوری عمل میکنم؟ که جواب من همیشه نه هست بچه. شما به روز آزمون خیلی فکر نکنید. خب شما در روز آزمون میرید امتحان میدید، در نهایت اینجوری بگم یا نمره میگیرید یا نمره نمیگیرید، دیگه بالاتر از سیاهی که رنگی نیست که. ولی چیزی که مهمه دیگه سر جلسه امتحان هیچ کاری نمیتونید بکنید، ولی چیزی که مهمه و باید صرفا با چیزی که یاد گرفتید تست رو جواب بدید، چیزی که مهمه اینه که شما از الان تا روز آزمون که حالا 3 ماه، 4 ماه، 5 ماه یا 6 ماه کمتر یا بیشتر زمان دارید چه کاری انجام میدید. و شما هر چقدر که بیشتر خودتون رو برای موضوعات پرکاربرد آزمون آیلتس آماده بکنید، احتمال اینکه
کلمه ای در آزمون لیسنینگ یا ریدینگ آیلتس بیاد که شما بلد نباشید رو کمتر میکنید. نمیگم که شما با همه کلمات دیگه آشنا میشید و 100% دیگه هیچ مشکلی نخواهید داشت، اما حداقل با این روش شما اون کلماتی که برای پاسخ دادن به سوالات نیاز دارید رو به صورت هدفمند و به صورت عملی یاد میگیرید و اساساً میتونید نمره خوبی بگیرید. این به هر حال پیشنهاد منه، ممکنه بقیه روش های متفاوتی داشته باشن. چیزی که من خودم برای خودم تست کردم و به زبان آموزایی هم که دارم توصیه کردم و انجام دادن و نتیجه گرفتن بچه ها اینه. امیدوارم که با بکارگیری این روش بتونید نتیجه خوبی بگیرید و مثل ویدیوی قبلی ازتون درخواست میکنم که اگر با توصیه های من و آموزش های من تونستید نتیجه بگیرید در آزمون اصلیتون، حتما به من هم اطلاع بدید. این که من بدونم که شما به اون نمره‌ای که خواستید رسیدید منو خیلی خیلی خوشحال میکنه. امیدوارم که روزها و شبهای خوبی در پیش داشته باشید. در ویدیوی بعدی میخوام در مورد مبحث گرامر با اتون صحبت بکنم و بهتون بگم که شما اساساً گرامر رو چجوری باید یاد بگیرید. پس فعلا تا ویدیوی بعدی میبینمتون.